جالب برای من که شخصیت اول آقای دکتر پرهام در دوره فوق دکترا در ایالات متحده آمریکا گذروندن، برای دکترا در رشته زیست شناسی مولکولی که واقعا رشته بسیار مهمی است مثلا در این دوره روزگار ما، و جالبی که چندین کتاب به زبان فرانسه دارن، بیشتر همه در رابطه با ایران، و آخرین اثرشون هم یه رمانه. مضمون رمان چی آقای دکتر پرهام؟ سال انقلابه و خبرنگاری در ایران برای رسانه‌های خارجی کار میکنه، اختلاف نظر داره، برای اینکه اون رسانه‌ها در اروپا موافق انقلابن، اون خبرنگار موافق انقلاب و آقای خمینی و اطرافیانشون نیست. اتفاقاتی برای اون خبرنگار زن در ایران میفته و راوی داستان جوانی است که همون موقع ایران رو بعد از انقلاب ترک میکنه و 30 سال بعد به ایران برمیگرده و ماجراهای خودش هست و ماجراهایی که ریشه در همون اتفاقی که برای اون زن خبرنگار 30 سال قبل در سال 56-57 افتاده بود، اونجا اون ماجراها 30 سال بعد در تهران با هم گره میخورن. جالبه. با اینکه شما 3 سالی نداشتید وقتی ایران رو ترک کردید، این همه عشق و علاقه به ایران که در آثار خود شما مشهوده نشون میده، هنوز نتونستید از اون مملکت دل بکنید ها؟ نه خب، هم ارث میراث پدری و خانوادگی است، همیشه دغدغه ایران بوده و چه خوب چه بد، چه تجربه خوب چه تجربه بد، چه تجربه اشتباه چه طور دیگر. بعد خود منم از دوران کودکیم در ایران فکر میکنم من با اینکه واقعا در یه جامعه دانشگاهی و زندگی خوبی داشتیم، ولی بهترین دوران کودکی که میشد یه نفر داشته باشه من داشتم، به خاطر حال و هوای کشور و حال و هوای خانواده و حال و هوای روستایی که میرفتیم و اون روستا هم دیگه به اون صورت دیگه وجود نداره، محله دیگه به اون صورت وجود نداره. اینه که از اون کودکی نمیشه به این سادگی دل کند. در درسته، کاملا. تو تو برام خود شما بالاخره به چه نتیجه ای رسیدید؟ نیرومندترین عاملی که باعث انقلاب در این شد چی بود؟ واقعا دخالت خارجی سهمی داشت؟ ببینید، هر دولت خارجی خصوصا اگر قدرت شده داشته باشه، وقتی بتونه از آب گلالود برای منافع خودش استفاده بکنه، خب این کارو میکنن. همیشه همینجور بوده متاسفانه، و حالا هم همینجور خواهد بود. هر کس به فکر منافع خودش. ولی پرسش شما اینکه مهمترین عامل برای اون رخداد انقلاب در ایران چه بود، من فکر کنم نادانی نخبگان ایران بود، نادانی الیت ها، یعنی اون چیزی که به زبانهای اروپایی میگن الیت، به زبان فارسی بهش میگن نخبگان، سرآمدان. بالاخره اون قشر بالای جامعه، چه از لحاظ قدرت سیاسی بالا، چه از لحاظ قدرت فکری و بالا، اون نخبگان جامعه، سرآمدان جامعه، اشتباهات فاحشی از خودشون نشون دادن. تا اونجایی که به محیط خانوادگی خود من و محیطی که درش بزرگ شدم که محیط روشنفکری ایران بود، من سرشناسترین روشنفکران، نویسندگان، شاعران دهه 50 رو انقدر از نزدیک باشون آشنا بودم که به اغلب به همه شون میگفتم عمو، و به خانه ما رفت آمد داشتم. من فکر میکنم این قشر که بهش میگیم قشر روشنفکری، البته این فقط من نیستم، خیلی های دیگه هم ایراد گرفتن، انتقاد کردن، این قشر من فکر میکنم به غایت دنیای خودش رو با دنیای خودش ناآشنا بود، یعنی دسترسیش به
دنیای مدرن امروزی که سر تا پاش غربی است، چه بخواهیم چه نخواهیم، این به دلخواست ما نیست. ما دیگه در زمان ساسانیان نیستیم که خیلی چیزها پارسی و ایرانی بود. ما الان در دنیای زندگی میکنیم که سر تا پاش از 5 قرن پیش به این طرف غربی است. علمش غربی است، علوم تجربیش غربی است، علوم انسانیش غربی است، فناوریش غربی است، قدرت سیاسی مالی نظامیش غربی است. من فکر میکنم نخبگان و سرآمدان جامعه ایران در مقطع 56 57 و قبل از اون دهه 50 دهه 40 سرشناسترین هاشون رو میگم، اینها به هیچ وجه این دنیا رو نمیشناختن و شناختشون از این دنیا یک شناخت بسیار ناقص بود، بیشتر از طریق ترجمه یا از طریق دسترسی اندک به زبان بود. در این دنیای غرب زندگی نکرده بودند، در این دنیای غرب کار نکرده بودند، در این دنیای غرب عاشق نشده بودند، در این دنیای غرب همسر نگرفته بودند. با این دنیا، با این فرهنگ و با این مجموعه فرهنگی و زبانی و ارزشی که باهاش میگیم دنیای غرب و دنیای امروز و مدرنیته، اصلا آشنا نبودن. نه جایگاه غرب رو درست میشناختن، نه جایگاه ایران زمان پهلوی دوم رو درست میشناختن. در نتیجه اشتباهات فاحشی کردن که نتیجهش اینیه که ما میبینیم و به اونجای رسید که وقتی که دو گزینه رو پیش پای این نخبگان و سرآمدان گذاشتن که یه طرف مثلا میتونیم مهدی بازرگان بود، یه طرف شادروان شاپور بختیار، بین شاپور بختیار از یک طرف و آقای مهدی بازرگان و آقای خمینی از طرف دیگه، مهدی بازرگان و خمینی رو انتخاب کردن دیگه. اشتباه از این فاحش‌تر که نمیشه. از اون چهره های متشخصی که به خانه شما رفت آمد داشتن با پدر دوست بودن، کدام یک بیشتر اصرار داشت در پدید آمدن مثلا یک انقلاب مذهبی و اون رو به سوی ایران میدونست؟ با اینکه واقعا هیچ کدومشون مذهبی نبودن، یعنی از روشنفکران و شاعران و نویسندگان به نام اون موقع ایران، واقعا نام‌آورترینشون مثلا جمعی 10-15 نفره بگیم، 20 نفره بگیم، اگر حقوقدان رو هم درش بذارید، اعضای سرشناس کانون نویسندگان اون موقع، اعضای سرشناس کانون وکلای اون موقع بگیرید، خب این میشه واقعا یه سبد خیلی خوبی از که میتونه نمایندگی بکنه نخبگان فرهنگی و روشنفکری و زمان ایران. هیچ یک از افرادی که در این سبد میشه گذاشت و من از نزدیک شناختم و رفت آمد داشتن بارها به خونه ما، هر هفته رابطه دوستی برقرار بود و اینها، هیچ کدومشون، با اینکه هیچ کدومشون مذهبی نبودن، ولی من به خاطر ندارم که حتی یک نفر از اینها در برابر انقلاب مذهبی اراده ایستادگی یا خواست ایستادگی داشت. نه تنها چنین نبود که همراه شدن با این انقلاب مذهبی، چون فقط میگم نه دنیا رو میشناختن نه خودشون رو میشناختن و زندگی خیلی خوبی داشتن همشون زندگی مرفه، از لحاظ مادی زندگی مرفه داشتن. و اتفاقا جالبه، چون در عرصه علوم انسانی صحبتش هم زیاد است، چون آقای خامنه‌ای گفتن زبان انگلیسی بد است، یکی دیگه از دریوری ها و گفته های ناپخته ایشون، شما در علوم انسانی مقوله‌ای هست به اسم پارادوکس توکویل. توکویل اون دیپلمات و نویسنده شهیر فرانسوی بود که خود آقایان در ایران هم خیلی بهش اشاره کردن، آقای خاتمی بهش اشاره کرده و دیگران، که در قرن 19 هم میره آمریکا و دموکراسی در آمریکا رو می‌نویسه که این به یک اثر بنیادی تبدیل شده، به فارسی هم ترجمه شده و اینا. توکویل خیلی آدم مهم بود در شناسان، هنوز هم که هنوز اون کتاب توکویل راجع به آمریکا سرمشق خیلی از تحلیلگران قرن اون اواسط قرن 19. توکویل در علوم انسانی یک مقوله‌ای هست به اسم پارادوکس توکویل. پارادوکس توکویل رو
انواع اقسام تفسیر کردن. یکی از تفاسیرش این است که هرچه بیشتر شما به صدا وضعیت مادی اقشار مختلف مردم رو بهبود ببخشید در جامعه، تقاضای این اقشار به همون نسبت بالاتر میره و اگر نتونید به همون نسبت که تقاضا بالا میره شما عرضه بدید به این اقشار مختلف، به هر قشری اون چیزی رو که میخواد بدید، یأس و سرخوردگی به همون تناسب افزایش پیدا خواهد کرد. این روش میگن چیز پارادوکس توفیل، یعنی پارادوکس بهش میگن، تناقض بهش میگن، برای اینکه از یه طرف وضعشون از لحاظ مادی بهتر شده، از یه طرف چون تقاضاشون به همون مقدار و حتی بیشتر بالا رفته و نمیشه بهش پاسخ گفت، متأثر میشن و دچار یأس و سرخوردگی میشن و ممکنه واکنش نشون. در ایران این قشر روشن فکری که من میگم از نزدیک شناختم، اینا زندگی هاشون خیلی خوب بود، اینا کارهای فرهنگی و دیگرشون هم همش به جا بود. مثلا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهترین آثار فرهنگی رو در زمینه تئاتر، در زمینه شعر، موسیقی، سینما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به وجود اومد و خیلی از کسانی که هنوز یه اسمی دارن و خب خیلی کارام کردن در همون کانون پرورش پیدا کردن. آقای کیا رستمی در همون کانون کارهای اولیش رو انجام میده، کانون پرورش فکری. اینا زندگی خوبی از لحاظ اجتماعی داشتن، زندگی خوبی از لحاظ مادی داشتن، آزادی های اجتماعیشون هم داشتن که نماد برجستش که هنوز هم در خاطره ها و یادها هست کافه نادریه دیگه. اینا زندگی، یعنی آزادی های اجتماعیشون هم داشتن در سطح جامعه، در سطح آزادی اجتماعی هر کاری میخواستن میتونستن بکنن، آزاد بود. مثل الان نبود که گشت نامحسوس وجود داشته باشه و شما چه میدونم روزخوری نمیتونید بکنید، شما این کار نمیتونید بکنید، چه میدونم مشروبات الکلی قدغن است، موزیک قدغن است، فلان. اصلا این حرفا نبود، همه چیز بود جز یه چیز و اون آزادی سیاسی و حزبی بود که میشد به وجود آورد، میشد اصلاح کرد بدون اینکه همه چیز دیگر رو شما بزنید نابود کنید. اینا همه چیز دیگر رو نابود کردن برای اون آزادی سیاسی و اون آزادی سیاسی رو هم به دست نیاورد. برای اینکه آزادی سیاسی رو از روحانیت شیعه میخواستن، اگر یک ذره روحانیت شیعه رو میشناختند میدونستن که این مطالبه ای رو که دارند به حجره مناسبی نبردند. دو تا برام در رمانتون این مشاهدات و این مجموعه تجربیاتی که داشتی در خانه پدری، دیدار با روشنفکران و سرشناس جامعه ایرانی، به شکلی انعکاس پیدا کرده یا نه؟ انعکاس مستقیم نه، ولی انعکاس غیر مستقیم. چرا؟ چون من از اون تجربه‌ای که در سنین مثلا 14-15 سالم بود اون موقع دیگه، از اون سنین داشتم تا به امروز و با این تجربه و شناخت که هرچی هست تجربه و شناخت منه و در این 30 سال گذشته در آمریکا و در اروپا و فرانسه داشتم، یکی از مقولاتی که همواره مقوله اصلی که همواره مد نظر منه در امور سیاسی و امور اجتماعی، مقوله الیت و سرآمدان، یعنی اینکه سرآمدان یک جامعه که از امتیازهای مادی زیادی برخوردارند به نسبت توده مردم، این سرآمدان باید در قبال این امتیازها یک سری مسئولیت‌ها دارن در رابطه با اون جامعه و اون مسئولیت‌ها مسئولیت‌های سنگینی است. هرچه این امتیازهای مادی هم بیشتر باشه که بعضی اوقات اصلا دیگه براش سقفی هم وجود نداره، مثل الان در جمهوری اسلامی سقفی برای این امتیازهای مادی سرآمدان شما دیگه ندارید، ولی در اون موقع یه سقفی بود. به هر حال در قبال امتیازهای مادی که شما به عنوان سرآمد جامعه دارید، یه مسئولیتی هم نسبت به جامعه دارید. این نکته، یعنی این تضاد یا تناقض، تناقضی که گاه تبدیل به تضاد میشه بین توده از یک طرف، الیت یا سرآمد از طرف دیگه،
این چرا؟ این یکی از موضوعات اصلی رمانه که دارم روش کار میکنم و راستش رو بخواید باید گفت که موضوع جدیدی هم نیست برای من. موضوع خیلی جالبه ولی موضوع جدیدی همه. تمام سیاست در و تفکر اندیشه سیاسی معطوف به این رابطه است، یعنی رابطه توده و رابطه سرآمد، رابطه بین مس به انگلیسی و الیت و رابطه بین مردم و حکومت خیلی سیاسی تره، الفاظ خیلی سیاسی تره. اگر بخوایم کمتر سیاسیش بکنیم میگیم مس و الیت، توده و سرآمد. این رابطه که گاه میتونه به تضاد و به درگیری منتهی بشه که در ایران یکی دو بار شده، چندین بار شده، این یکی از موضوعات داستانه. دکتر فرهام عزیز، هنوز 3-4 دقیقه وقت داری، حیفم میاد اینجا از شما سوال نکنم که نظرتون جمعا راجع به خاورمیانه چیه، چون برای نخستین باری که خاورمیانه داره به طور مذهبی تعریف میشه، هم مردمانش، هم جغرافیاش، هم حکومتهاش، حتی در لندن وقتی شهردار انتخاب میشه با هویت مذهبی شناخته میشه، میگن شهردار مسلمان لندن. این سابقه نداشته در دنیا، ولی خاورمیانه مخصوصا الان با هویت مذهبی شناخته میشه. میخوام ببینم که آینده خاورمیانه رو با این تعریف و توصیف چگونه میبینید؟ یعنی این ماجرای خاکبرداری های عظیم و شخ زدن هایی که به نظر میرسه بیوقفه شده. فکر میکنم چند رویداد همزمان داره اتفاق میفته. یکی این که اون خاورمیانه ای که از دل فروپاشی امپراتوری عثمانی با پایان جنگ جهانی اول به وجود اومد و از دل اون فروپاشی و از دل توافق‌های محرمانه دو کشور استعمارگر فرانسه و انگلستان اون زمان به وجود آمد، یعنی اون توافقات معروف سایکس پیکو در 1919-1920، اون نقشه و اون خاورمیانه داره از بین میره و داره در نقاط مختلفی داره فرو میریزه. یعنی کشورهایی به وجود اومدن که مثل عراق، مثل سوریه، که اینها کشورهایی بودن که در 1919-1920 دو دولت استعمارگر فرانسه و انگلیس با توافق ضمنی روسیه، دولت سوم استعمارگر در قرن 19 و 20، این کشورها رو به وجود آوردن و برخی اهل فن به این دولت ها میگویند دولت های بی ملت، nationless state، دولت های بی ملت، دولت های جعلی که اینا رو خود دارن فرو می‌ریزن. یعنی و در همه‌شون هم می‌بینید یه اقلیتی سر کار، مثلا در سوریه یه اقلیت علوی سر کاره که نه اسلامیتش رو نه مسلمان بودنش رو بقیه مسلمان‌ها، منظور مسلمانان عرب، قبول دارن و نه از لحاظ کمی اونها اونجا اکثریت رو تشکیل میدن. یک اقلیت جمعیتی و اقلیت مذهبی که این قدرت و دست داره از اون موقعی که این کشور به وجود اومده و ایدئولوژیش هم همچنان که میدونید ایدئولوژی بعث یعنی ناسیونال سوسیالیسم عرب، شاخه به اصطلاح خاور نزدیک خاورمیانه‌ای فاشیسم اروپایی است. این فاشیسم اروپایی در زمانی که فرانسه اشغال میشه از توسط نیروهای آلمان نازی، دستگاه اطلاعاتی خارجی آلمان که ابور بهش میگفتند، ضد اطلاعات ارتش آلمان بود، این دستگاه اطلاعاتی با همکاری حکومت ویشی که در فرانسه با آلمان نازی همکاری میکرد و خاور نزدیک رو، شامات رو خیلی خوب میشناخت، اینها از طریق اینها به شامات دسترسی پیدا کردن آلمان نازی و دستگاه اطلاعاتیش و فاشیسم رو، ناسیونال سوسیالیسم آلمانی رو بردن در اونجا که شد بس و در سوریه قدرت رو به دست گرفت، در عراق با کودتا قدرت رو به دست گرفت، در سوریه با کودتا قدرت رو به دست گرفت و به نوعی میشه گفت که در مصر هم قدرت رو به دست گرفت و افسرانی که از جمله جمال عبدالناصر که در مصر به قدرت رسیدن متأثر از همین ناسیونال سوسیالیسم عرب بودن، یعنی فاشیسم اروپایی که وارد منطقه عرب شد.
خب این داره از بین میره، این داره از بین میره. و آیا آینده‌ای برای این قضیه میشه متصور شد؟ پیشگویی یک همچین چیزی مثل هر پیشگویی دیگه کار ساده ای نیست، ولی اون چیزی رو که فکر کنم به جد میتوان گفت این است که دنیای قرن بیستم دنیای مغز و دنیای اندیشه است و دنیای نقد، یعنی نقدی که در نبود اون مغز و اندیشه اصلا کار خودش رو نمیتونه بکنه. دنیای امروز بیش از هر دنیای دیگری پیش از ما، این قرن ما بیش از هر قرن دیگری قبل از ما، همه قرون قرون اندیشه بودن، ولی این قرن بیش از همه قرون پیش از ما قرن اندیشه خواهد بود. و کسی که در مغز، در ماده خاکستری، در اندیشه سرمایه گذاری نکنه بازنده خواهد بود. در این من تردید ندارم، از بین خواهد رفت. و خطری که متوجه ایرانه که بالاترین نرخ فرار مغز و اندیشه از کشور رو داره در تمام کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش، بالاترین نرخ فرار مغز رو داره. فرار مغز هم هست، چون مغزهایی که میرن بر نمیگردن. میدونید سیالیت اندیشه و مغز و ماده خاکستری وجود نداره، فرار مغزه. خطری که لااقل کشور ما رو تهدید میکنه، اگر فرار مغز رو در کنار خطرات زیست محیطی، از بین رفتن هامون، از بین رفتن زاینده رود و خشکی و از بین رفتن سفره‌های آبی زیرزمینی و و و و کنار هم بذارین، خطر نابودی است. ایران در خطر نابودی است و این یکی از احتمالات قوی است، احتمال کمی نیست و متاسفانه اینجوریه. تشکر میکنم. گفتگوی تفکر برانگیز رو با آقای دکتر رامین پرهام عزیز ادامه میدیم همیانانم در هفته های آینده. خیلی سپاسگزارم، میدونم قرار دارم با ناشرشون با زودتر برسن به رستوران. به شما شب بخیر میگم در پاریس آقای دکتر پرهام. شب شما خوش. شب شما خوش.